به نام خدا. ایرانیان عزیز در سراسر دنیا عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما. در همین ابتدای کار تشکر میکنم از جنابان آقایان امید دانا و آقای تحلیلگر که حالا اسم پیجشون آقای تحلیلگر هست که به هر حال پاسخ دادن. امید دانا خیلی جالب هست، صحبت کرده که میخواد بگه که وضعیت در خارج به چه شکل هست، که آیا میشه مثلا جواب این سازمان مجاهدین و این منافقین و اینا رو داد یا نه. در عین اینکه داره توجیه میکنه انگار داره مثل یک تانک از روی اینا رد میشه و اون جریان اینکه اینا کاملا بی خانواده هستن و فلان خیلی جالب بود و البته ما یک کمی خندیدیم. یعنی همین که انصافاً ایشون در عرصه فضای مجازی و سایبری و رسانه‌ای بسیار موفق هست. حالا ممکنه بعضی هم خوششون نیاد، تحلیل‌هاش رو گوش نمیدن، بعضی هم خوششون میاد گوش میدن. در عین حال آقای تحلیلگر هم که میگم یک جوان خوش‌سیما و به قول معروف با تیم خیلی خوبی دارن کار میکنن، ایشون هم تشکر میکنم ازشون. و خیلی خوب هست که دوستان گروه‌های مدافع ایران، حالا ایران دوستان، چه اونایی که نظام رو هم دوست دارن، چه اونایی که نه فقط ایران رو دوست دارن، چه اونایی که مثل من هر دوتا رو دوست دارن، خیلی خوبه که با هم لینک باشن و همدیگه رو پشتیبانی بکنن، همدیگه رو معرفی بکنن. این خوبه، اتحاد خوبه، نه اینکه خدای ناکرده اشخاصی دچار حسادت بشن و غیره. باور کنید در جایی بنده شاید مثلا جناب آقای استاد حسن عباسی بود، شاید یه جایی من یه سخنرانی کردم انتقادی بهشون کرده باشم، استاد رائفی پور همین جور، نمیدونم بقیه همین جور، ولی نه اینه که خدای نکرده دشمنی در کار باشه یا حسادتی در کار باشه. نه، ممکنه جایی هم انتقادی باشه، ممکنه خود بنده یا دوستان صحبتی بکنن که حالا به ذهن بعضیا خوب نباشه، اما نه اینه که خدای نکرده بخوایم از اتحادمون دور باشیم. همه باید دست به دست هم بدیم تا بتونیم جلوی حجمه بسیار قدرتمند رسانه‌ای ضد ایرانی بتونیم وایسیم. شما الان نگاه کنید شبکه 6 خبر ایرانو مطلقاً شما با مثلا همین شبکه ایران اینترنشنال نمیتونی مقایسه بکنی. از تنوع برنامه، از شکل ظاهر برنامه، از ساخت برنامه فلان، میبینی که خیلی ضعیف تره. حالا چه برسه به این که ما بخوایم با قولهای رسانه‌ای دنیا بخوایم ایستادگی بکنیم و از ایرانمون دفاع بکنیم. چون همین الانش در داخلم ما به شدت مشکل خودتحقیری داریم و دوست داریم خودمون هی مدام تو سر خودمون بزنیم. حالا 4 نفرم اگر پیداشن بخوان از ایران تعریف بکنن، تمجید بکنن، اعتماد به نفس ایرانی ها رو بالا ببرن، ببینید چقدر کم هست و باید با هم خیلی متحد باشیم. خب مورد بعدی خطاب بنده هست به احمد مسعود. شاید به احتمال زیاد اصلا ایشون صدای من رو نشنون، اما به هر حال من برای طرفداران ایشون پیامی میدم. ببینید بنده از نظر دیدگاه نظامی که بخوام با شما صحبت بکنم، دره پنجشیر تنها ولایتی است که به دست طالبان نیفتاده. از نظر نظامی سقوط حتمی و قریب الوقوعه. ببینید مسائل نظامی جایی برای احساسات و نمیدونم یه سری ایدئال ها و شعار ها نداره. ببینید من هر چقدر که با انگیزه و با ایمان و وطن پرست و عاشق و جان بر کف باشم و یک کلاشینکوف داشته باشم، قطعا نمیتونم با یک هواپیما بجنگم. حالا من هر چقدر ایمان داشته باشم، راهش چی هست؟ راهشو من همون نرمش قهرمانانه اسم میارم، نه هر اسمی که شما میخواید بذارید، تسلیم میشم، چون فایده ای نداره این جنگ. اگر طالبان کابل رو نگرفته بود، مزار شریف رو نگرفته بود، هرات و قندهار رو نگرفته بود، بله مقاومت توجیه داشت بجنگیم تا آخرین گلوله، جان برکفانه بجنگیم، مثل هر چی که شما بگی. ولی الان که کل افغانستان سقوط کرده و اصلا دیگه دولتی وجود نداره که بخوان ازش دفاع بکنن، بعد مثلا یه ولایت بسیار کوچک در 100 کیلومتری کابل بگه که من میخوام مقاومت بکنم، محکوم به شکسته، محکوم به تصرفه. تازه مثلا احمد مسعود میگه که از آمریکا میخوام که به اون سلاح و مهمات بده. آمریکا اگه میخواست مقاومت بکنه که اینجور مفتزهانه فرار نمیکرد بره، چه برسه اینکه بخواد بیاد سلاح و مهمات به کی بده، به جایی که اصلا قطعا توان مقابله نداره. خیلی بهتره که صلح انجام بشه. ایشون هم به هر حال همبستگی بده. ببینید دوستان، صراحتا با شما صحبت میکنن، میدونم ممکنه ایجاد واکنش هایی داشته باشه از طرف شما، ولی حرفی نیست. به هر حال من تحلیل نظامی خاص خودم رو دارم. ببینید الان در دره پنجشیر 9000 نفر آماده دفاع از این دره هستن. هر چقدرم که این دره استراتژیک باشه، نقاط کور داشته باشه و قابل دفاع داشته باشه، 9000 نفرن. نیروهای طالبان بیش از 70000 نفرن. یعنی هر کدوم یه گلوله شلیک بکنن ببینید چقدر میشه، بیش از 70000 نفر. اونم چی؟ قوم مغول. شما چجوری میخواید جلو این قوم بایستی؟ ببینید بحث طالبان یا حالا به نوعی افغانستان جنگ مثلا با ایران نیست که بگیم شما 100000 نفرید ما 1 میلیون نفری، ما نه، قرار نیست با ایران سرشاخ بشه و به جنگه. هم اونا عاقلن هم ما عاقلیم. اما دره پنجشیر شما مثل اینه که فرض بگیرید، کلا مثال میزنم که خوب معنی رو متوجه بشید، مثلا بگم کل ایران تصرف شده، تهران سقوط کرده، رژیم کلا عوض شده، قم مثلا داره مقاومت میکنه. حالا مثال قم زدم، مثلا فرض بگیرید شهر ری داره مقاومت میکنه، نمیشه، کل ایران سقوط کرده. از طرفی با کی میخوای بجنگی؟ با طالبانی که میلیاردها میلیارد دلار پول سرمایه عربستان پشتشه، دستگاه اطلاعاتی و نظامی ارتش پاکستان پشتشه، تمام کشورهای منطقه حتی ترکیه فلان همه اینا اومدن پشتش وایسادن. و اتفاقا مردم ایران، از من بشنوید، من حرف راست دارم به شما میزنم، من اینجا توجیهگر کاری نیستم، من خودم موضعم مشخصه، از 0 تا 100 با طالبان مخالفم، اما ایران در مقابل طالبان هوشمندانه عمل کرد. مثلا کاری ندارم دولت حسن روحانی بود یا دولت آقای رئیسی بود، اصلا من کار به مسائل متفرقه ندارم. دولت ایران در این قبال هوشمندانه عمل کرد، خودش با طالبان درگیر نکرد. ما دوچاری یک جنگ فرسایشی، دوچاری یک دشمن تراشی در کنار مرزهای شرقیمون با حدود 1000 کیلومتر مرز نشدیم. ببینید عاقلانه عمل کرد، نظام جمهوری اسلامی خوب کرد. دقیقاً من این هوشمندانه رو سر جنگ آذربایجان و قره باغ هم میگم. شاید به هر حال ما با رژیم باکو خیلی دچار مشکلاتی هستیم، هم سیاسی، هم ارتباطش با اسرائیل، هم ارتباط زیادش با ترکیه، هم جریانات پان ترکیز، هم اینکه به هر حال دست درازی زورشون برسه دست درازی هم میکنن و غیره. اما جمهوری اسلامی سر قضیه قره باغ و جنگ ارمنستان و آذربایجان هوشمندانه عمل کرد. الان با طالبان این کارو داره میکنه. من سیاست نظام جمهوری اسلامی رو در این قبال تایید میکنم. ما نباید الان یک دشمن سرسخت مذهبی همه پشتش در بیای قوم مغول کنار خودمون بخوایم درست کنیم. خوب هست که تعامل باشه و وحدت باشه. خب مورد آخرم که تحلیل نمی کنم، تحلیلش باشه با شما، اما یک اختلاف نظر شدیدی ایجاد شده بین رهبران طالبان سر پرچم افغانستان. ببینید رژیم افغانستان کلا عوض شد، ریاست جمهوری بود، نمیدونم مجلس بود، هرچی بود عوض شد و رژیم امارت اسلامی یا طالبان سر قدرت اومد. خب حالا تکلیف پرچم ملی افغانستان چی میشه؟ بخشی از این رهبران طالبان گفتن که با پرچم مشکل نداریم، ولی خودمون یه پرچم دیگه داریم. هر جایی هم که هر کسی پرچم افغانستان رو بگیره دستش، طالبان تیراندازی میکنه، اون رو میکشه یا حداقل کتکش میزنه. فیلم و کلیپاش هم هست. یعنی میان میگیرن میزننشون و پرچمو ازشون میگیرن. پس یعنی منش طالبان مخالف پرچم ملی افغانستان هست. حالا به نظر شما، حالا که رژیمی عوض میشه، آیا باید پرچم افغانستان هم که پرچم به هر حال 100 خورده سال هست. اصلا افغانستان که افغانستانی در کار نبود، بخشش مال هند بود، بخشش مال ایران بود، اصلا افغانستانی وجود نداشت که دیگه بحثش جداست. بین ایران و هند هم بخشش دست به دست میشد. وقتی هند فروپاشید بخشش که شد پاکستان، افغانستان بخشش الان شد جزء پاکستان و هنوز بعضی از اسامی لوگر و اینا که من نگاه میکنم رو نقشه، اینا اسامی هندیه. ببینید اینا اصلا اسامی ریشه در هندو، زبان هندو داره و بخشش هم که پاکستان، بخشش هم که از ایران جدا شد و افغانستانی شکل گرفت. حالا به فرض حالا در طول این 100 سال که این پرچم شکل گرفت، آیا با تغییر رژیم به نظر شما و به نظر مردم افغانستان باید پرچم هم عوض بشه یا نه میتونه پرچم حفظ بشه یا حتی ملحقاتی بهش اضافه بشه؟ مثلا تو اون پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله اضافه بشه. اینو دیگه تحلیلش رو میذارم به عهده مخاطبین عزیزمون، چرا که جان ناقابل ما فدای خاک پاک میهن ما. درود بر فلات بزرگ ایران و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.